همراه میشیم با منشه امیر، کارشناس مسائل خاورمیانه از اورشلیم. های امیر، همزمان با تهدید سپاه پاسداران از سوی آمریکا، ناو هواپیمابر آیزنهاور رو میبینیم به سمت خلیج فارس رفته. آیا سیاست آمریکا در قبال جمهوری اسلامی از نظر شما تغییر کرده؟ من تصور میکنم از شنبه 7 اکتبر که این جنگ جریانات آغاز شد، ایالات متحده به خاورمیانه بازگشت. آقای بایدن داشت خاورمیانه رو به طور کلی ترک میکرد، ولی همین حمایت گسترده که ایالات متحده نسبت به اسرائیل و علیه حماس و گروه‌های تروریستی در پیش گرفته، از دیدگاه من بازگشت به خاورمیانه هست در ابعاد گسترده، هم سیاسی و هم نظامی. و حکومت اسلامی ایران بازنده این بازی شده از نظرهای مختلف. ارسال آیزنهاور، ارسال جرالد فورد، ارسال ناوگان سوم، اینها همه و استقرار ناوگان در دریای سرخ، اینها همه نشون میده که و تقویت نیروهای هوایی آمریکایی در منطقه نشون میده که ایالات متحده به این نتیجه رسیده که حکومت ایران یک حکومت فتنه‌گر، با رژیم ایران نمیشه کنار آمد. تصور میکنم که اون معامله بازگرداندن 6 میلیارد دلار هم منتفی شده، یا حداقل اون که به حال تعلیق در اومده. آقای حسین سلامی پس از مدت‌ها سکوت سخن میگه، ولی مطالبی که میگه یک مطالب بسیار کلی هست. میگه انفجار بزرگی در منطقه رو خواهد داد، نمیگه که ما هم وارد میشیم، نمیگه ما از حماس به طور فعال حمایت خواهیم کرد. بعد آقای امیر عبداللهیان میآید و میگوید که نه، ما نیروی بیشتری به منطقه نفرستادیم. همین بمبارانی که هواپیماهای آمریکایی، آقای امیر اشاره کردید به آقای امیر عبداللهیان، الان میبینیم ایشون هم تهدید کرده اگر سیاست آمریکا در این جنگ تغییر نکنه، از جبهه‌های جدیدی به آمریکا حمله خواهد شد. چقدر میشه گفت به یه تقابل نظامی بین ایران و آمریکا نزدیک هستیم؟ من تصور میکنم اگر اونها از روی عقلانیت تعریضی و تصمیم گیری میکنن، ارزیابی من این است که حکومت ایران تا اونجایی که بتونه در جنگ دخالت مستقیم نخواهد کرد. حکومت ایران میخواهد بیشترین سود رو با کمترین هزینه ببره، و کمترین هزینه این است که وارد نبرد مستقیم با ایالات متحده نشه، به خاطر اینکه حضور گسترده نظامی آمریکا در منطقه و اگر زد و خوردی با رژیم ایران صورت بگیره، این بزرگترین فرصت رو برای اسرائیل به وجود میاره که طرحهای چند سال اخیر خودش رو برای منهدم کردن تأسیسات اتمی و پایگاه‌های موشکی و کارخانه‌های تسلیحاتی حکومت ایران اجرا بکنه. از سوی دیگر مسلم است که با اون حمایت گسترده‌ای که مردم ایران علیه حماس و حکومت اسلامی ایران و دخالت رژیم در جنگ نشون دادن، اگر جنگی رخ بده، فرصتی برای مردم ایران به وجود خواهد آمد که بر شدت مبارزه خودشون علیه رژیم بیفزایند. عامل سوم این است که الان وضع اقتصادی رژیم ایران روز به روز وخیم‌تر میشه. ورود به جنگ نیاز به یک بنیه اقتصادی بسیار قوی داره، و اینها همه باعث میشه که ما به این نتیجه برسیم که رژیم در حال حاضر تهدیدهای مبهم میکنه، ولی مسلماً با نیروی نظامی ایالات متحده وارد برخورد مستقیم نخواهد شد. پیامی که حسین سلامی و دیگران میدن این است که گروه های نیابتی بر شدت حملات خودشون خواهند افزود. متشکرم از شما منشه امیر، تحلیلگر مسائل خاورمیانه از اورشلیم.